ببینید، خب مشخصه که ما اگر بخوایم توسعه کشور رو به یک رشد حداقل 8% که در برنامه ششم بوده برسونیم، راهی نداریم که در فضای بین المللی مناسب و مناسبات بین المللی بهتر از وضعیت امروز حرکت کنیم. من یادآوری میکنم منش آیت الله هاشمی رفسنجانی رو در مورد کشورهای منطقه همسایه و جهان که اصولاً منشی خارج از تشنج بوده و معروف به تشنج زدایی بودن و حتی میتوان به صورتی حل مشکلات کشور از طریق استفاده از تمام منابع داخلی و خارجی رو مد نظر قرار میدادن. لذا من در امر بین الملل سعیم بر این خواهد بود که منش آیت الله هاشمی رفسنجانی رو قطعا با تجربه‌ای که در کنار ایشون داشتم دنبال کنم. صحبت در مورد برجام و شرایط اونم الان خارج از زمانی است که برای من اختصاص داده شده الان بتونم صحبت کنم، ولی همونطور که دیدید برجام توانست در حدود 5 سالی که از ابتدای دولت‌های روحانی داشتیم برخی از مشکلات کشور رو در رابطه با مسائل اقتصادی و کشوری حل بکنه و این حرکت ترامپ بود که برجام رو به هم ریخت و برای کشور مشکل ایجاد کرد. لذا من در همین حد اکتفا میکنم. تجربه من در شهرداری تهران و شورای شهر چه در بخش اجرا و چه در بخش تقنین میتونه برای مدیریت کشور بسیار مثبت باشه، مخصوصا این دوره شورا که سعی ما بر این بود که کارهایی که گذشتگان کردند رو نکنیم و از شهر فروشی اجتناب کردیم، شفافیت بسیار بالایی رو به شورا آوردیم و سعیمون بر این شد که هزینه های زائد شهر رو کم بکنیم. اینها کارهای کمی نبود که انجام شد. من دوست دارم که در همه این موارد انشاءالله بعداً در صحبت هم صحبت ویژه تری انجام بدم. در جبهه های موجود سیاسی کشور چون جبهه تشکیل میشه، در اون از افراد تا تفرید وجود داره و من فرض میکنم ما با توجه به شرایط و گفتهایی که تا به حال داشتم به عنوان یک اصلاح طلب میانه رو باید فرض بشه. اجازه بدید من در ثبت نامم نسبت به وضعیت نامزدهای دیگه فعلا گمانه‌زنی نداشته باشم و انشالله بعد از تایید صلاحیت ها در صورتی که مسئله نامزدی کاندیداها جدی شد و فضای رقابتی مشخص شد در اون مورد انشالله صحبت خواهم کرد.